سرخط خبرها. گیر افتادن 1500 کامیون در مرز بریتانیا در پی اعمال محدودیت‌های کرونا. اتحادیه اروپا قول داده برای از سرگیری تجارت چاره‌ای بیاندیشد. انتشار جزئیات تازه از حمله بزرگ سایبری به نهادهای دولتی آمریکا. هکرها احتمالاً چند ماه به ایمیل مقام‌های وزارت دارایی دسترسی داشتند. گامی دیگر در روند عادی سازی روابط اسرائیل و مراکش. مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی با اولین پرواز مستقیم از تل آویو به رباط رفتند. و جلوگیری از آسیب‌های مغزی در فوتبال با طرح تعویض اضافی. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. فرانسه میگوید محدودیت حمل و نقل کالا بین بریتانیا و این کشور تا نیمه شب امشب به وقت محلی به قوت خود باقی خواهد ماند. فرانسه دو روز پیش به دلیل شیوع نوع تازه کرونا در بریتانیا تمام مسیرهای رفت آمد با بریتانیا را بست. بیش از 50 کشور دیگر از جمله ایران هم محدودیت‌هایی برای رفت آمد به بریتانیا وضع کردند. گفته می‌شود نوع تازه ویروس در مقایسه با نوع قبلی تا 70% سریع‌تر منتشر می‌شود. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. کیلومترها صف از کامیون‌هایی که پشت هم ردیف شده‌اند. اینجا در بندر دوور در جنوب شرقی انگلستان. تعدادشان به بیش از 1500 کامیون می‌رسد. فرانسه روز یکشنبه به دلیل نگرانی از شیوع نوع تازه کرونا در بریتانیا مرزهایش را با این کشور بست. گونه‌ای که گفته می‌شود سرعت انتشارش تا 70% بیشتر از نوع قبلی است. نتیجه بسته شدن مرزها مردمی در بریتانیا که نگران از کمبود کالاهای ضروری راهی سوپرمارکت‌ها شدند. صف‌های طولانی و قفسه‌های خالی. یادآور چند ماه پیش و زمانی که بریتانیا به دلیل شیوع کرونا وارد قرنطینه سراسری شد. دولت به سختی در تلاش برای پیدا کردن راهی است که حمل و نقل کالا بین دو کشور از سر گرفته شود. انجام آزمایش یکی از موضوعهای مورد بحث وزیر حمل و نقل با همتای فرانسوی شه. انجام این آزمایش ها میتونه نسبتا سریع باشه. چند و چون اون اما چیزیه که وزیر حمل و نقل با همتای فرانسوی شه دارن روی اون کار میکنن. من نمیخوام درباره ماهیت این آزمایش ها و اینکه کی میتونه شروع بشه حدس و گمانی بزنم. اشاره وزیر کشور بریتانیا به انجام آزمایش کرونای رانندگان کامیون هاست. هرچند که درباره درستی نتیجه آزمایش های سری شک و شبه هایی وجود دارد. در دو روز گذشته بیش از 50 کشور از جمله بیشتر دولت های اروپایی سفر بین بریتانیا و کشورشان را محدود یا ممنوع کرده اند. مقام های عضو اتحادیه اروپا از دیروز گفتگوهایی را شروع کردند تا اقدامی هماهنگ در برابر بحران تازه نشان دهند. شیوع ویروس کرونا در بریتانیا سیر صعودی دارد و به همین دلیل محدودیت های تازه‌ای در بخش هایی از جنوب شرق انگلستان از جمله لندن وضع شده. اما مشخص نیست که این حد از محدودیت ها جوابگو باشد. احتمال داره که تعداد مبتلایان به نوع جدید ویروس در سراسر کشور بالا بره و احتمالاً لازمه که محدودیت‌ها در بعضی مناطق شدیدتر بشه، نه اینکه کمتر بشه. حالا علاوه بر بریتانیا، نوع تازه‌ای از کرونا در آفریقای جنوبی هم شناسایی شده. محققان در آنجا با همکاری سازمان جهانی بهداشت در حال تحقیق روی گونه جدیدند. بر اساس تحقیقات اولیه این گونه ارتباطی با نوع تازه دیده شده در بریتانیا ندارد. خیلی ها از شیوع گونه های تازه کرونا در بهتند. هرچند که کارشناسان سازمان جهانی بهداشت نگاه متفاوتی دارند.
جهش ژنتیکی کووید 19 بسیار کندتر از ویروس آنفولانزا است. با وجود اون که ما شاهد تغییرات و جهش هایی در اون بودیم، اما هیچ کدوم از اونها نه تأثیر قابل توجهی بر میزان آسیب پذیری این ویروس در برابر روش های درمانی و داروهایی که الان استفاده میشه داشتند و نه واکسن هایی در دست ساخت. خیلی ها امیدوارند که توزیع گسترده واکسن کرونا به مرور وضع را در ماه‌های آینده بهتر کند، چه در بریتانیا چه در کشورهای دیگر. اما با اوضاع پیش رو احتمالاً شرایط بدتر خواهد شد قبل از آن که رو به بهتر شدن پیش رود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق، پرسیدم چرا این نوع از ویروس تا این اندازه نگرانی ایجاد کرده؟ هم تعداد ویروس رو در افراد بیمار خیلی بالا نشون میده، یعنی لود تعداد ویروس در افراد مبتلا بالا هست و این خودش منجر به عوارض بالاتر میشه، و هم این سرعت انتشارش. خب آمارها رو که توی انگلستان نگاه بکنیم میبینیم که هر روز 10,000 نفر داره به افراد جدید اضافه میشه به آمار قبلی، و این یه مقدار نگران کننده است از این جهت. ولی خب همونطور که در بسیاری از گزارشات تو این یکی دو روز گفته شده، هنوز شواهدی دال بر این که این ویروس بیماریزاتر هست یا بخواد مقاومتی در مقابل واکسن داشته باشه هنوز دیده نشده، هرچند در بسیاری از کشورها از جمله مرکز نظامی خود امریکا داره کنترل هایی و مطالعاتی روش انجام میشه و باید منتظر اون نتیجه بود. اما همچنان ما داریم میبینیم که تغییرات خیلی زیاد و عمده در بیماریزاییش نیست و بیشتر نگرانی از ابتلا و سرعت انتشار بسیار بسیار بالای اون هست. چقدر رایج بوده تا حالا جهش یافتن این ویروس؟ آیا ویروسی که ابتدا در چین، ویروس کرونا که در چین پیدا شد، همونیه که الان در سراسر دنیا مردم بهش مبتلا میشن؟ آره، خوشبختانه این تغییرات از ابتدا تا الان اونقدری نبوده که ما بگیم ویروس جدیدی در واقع به وجود اومده. ویروس همون ویروس هست، صدها تغییر در طی این مدت به وجود اومده، تغییراتی که خیلی هاش مؤثر نبوده. اما اونچه که این رو بیشتر مشخص کرده این هست که این 23 تغییری که ایجاد شده، خیلی از اونها در آن واحد ایجاد شده، که ما تغییرات، چند تغییر در آن واحد رو در طول تاریخ پزشکی خیلی خیلی کم میبینیم. این یک نکته است. اما نکته دیگه این هست که ممکنه این خبر خوشی برای ما باشه و تبدیل بشه به ویروسی که بیماریزایی اون کمتر بشه. به همین جهت ما هنوز میتونیم صبر بکنیم و ببینیم نتایج چه خواهد شد و منتظر نتایج تحقیقات باشیم. از اون طرف هم خب به هر حال از اون تغییراتی که ویروس در رزروهای خودش و مخزنهای خودش در حیواناتی مثل راسو وجود داره، تغییرات که داروهای بسیار زیادی که توی این مدت بر روی کرونا امتحان شده میتونه ایجاد این تغییرات بکنه، و یا اینکه فشارهایی که سیستم ایمنی روی ویروس میاره، همه اینها تغییرات رو در ویروس اجتناب ناپذیر میکنه و در همه ویروس ها وجود داره. اما در جواب سوال شما باید عرض بکنم که هنوز این تغییرات اونقدری نبوده که ما بگیم با یک ویروس جدیدی مواجه هستیم. دکتر محمد کاظم عطاری توضیح میداد. مجلس ایران در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرد که منصوبان رهبر در فهرست افراد مجاز برای ثبت نام در انتخابات قرار بگیرند. در این حال لزوم استعفای رؤسای قوای مقننه و قضایی پیش از نامزد شدن برای انتخابات تصویب نشد. منتقدان میگویند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه انتخابات برای تغییر شرایط به سود و زیان نامزدهای خاص مطرح شده. طالبان وزیر خارجه ایران را به آنچه مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خوانده متهم کرده. محمد جواد ظریف به تازگی در مصاحبه‌ای با شبکه تولو نیوز افغانستان گفته که ایران بر اساس قوانین هنوز طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نکرده. طالبان در واکنش اعلام کرده که این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل متحد نیست. در کابل صبح امروز در پی انفجاری 5 نفر از جمله 4 پزشک زندان پلچرخی کشته شدند.
پلیس هویت کامل قربانیان را منتشر نکرده، اما اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان تایید کرده که 4 نفر از کارمندان این اداره در انفجار امروز کشته شدند. مسئولیت این انفجار را هنوز گروهی به عهده نگرفته. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. محل انفجار صبح امروز. پلیس میگوید یک موتر نوع کرولا مربوط به دکتران زندان پل چرخی، زندان مرکزی افغانستان، هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته. اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان گفته 3 دکتر و رانندهشان در این حمله کشته شدند. دکتر نظیفه ابراهیمی، مدیر عمومی ریاست بهداشت اداره تنظیم امور زندان‌ها، دکتر سونا که در بخش مبارزه با کرونا در زندان کار می‌کرد و دکتر عبدالمتین. دکتر سویتا هم به شدت زخمی شده. یک سیاسر داری خاک موج افتاده. پیسرش 2 نفر دیگر، 3 نفر دمنه موتر، 1 نفر توتایش پریده بود، از تنه نصب شده بود، در یولی چوب فروش افتاده بود. انفجار امروز 5 قربانی داشت. تا کنون هویت دقیق 2 نفر دیگر اعلام نشده. اگر امروز انفجاری در کابل رخ نمیداد، خودش به نوعی خبر بود، چرا که در حدود 2 هفته گذشته تقریبا هر روز انفجاری رخ داده. روز یکشنبه خونین ترین انفجار بود، با 10 نفر کشته و 52 نفر زخمی. تقریبا میشد گفت که مسئولیت هیچ یک از این انفجارها را تاکنون گروهی بر عهده نگرفته. از دید حکومت اما یا کار طالبان است یا طالبان زمینی این انفجارها را فراهم کرده. چشم افغان‌ها به مذاکرات قطر دوخته شده تا به این جنگ مرگبار خاتمه دهد. در حال حاضر هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در یک وقفه 3 هفته‌ای قرار دارند. تا اینجای کار پس از نزدیک به 4 ماه مذاکره، 2 طرف توانستند موضوعات پیشنهادی مذاکره را در اختیار یکدیگر قرار دهند. این 4 ماه به راحتی و آسانی نشان می‌دهد که رسیدن به یک توافقنامه صلح در افغانستان دشوارتر از جنگ است. علی حسینی، BBC، کابل. با گذشت چند روز از افشای هک بزرگ تعداد زیادی از نهادهای دولتی و شرکت‌های آمریکایی، ابعاد تازه‌ای از این حمله سایبری در رسانه‌ها منتشر شده. گفته می‌شود هکرها احتمالاً ماه‌ها به یک سیستم ایمیل مخصوص مقام‌های ارشد وزارت دارایی رخنه کرده و اطلاعات زیادی را به سرقت بردند. عده زیادی از مقام‌های آمریکا روسیه را مظنون اصلی این حمله می‌دانند، اما مسکو این ادعا را بی‌پایه خوانده. همکارم کامبیز فتایی از واشنگتن با ماست. کامبیز، چی بیشتر می‌دونیم درباره این حمله سایبری؟ خب اونطور که یکی از سناتورهای دموکرات در کمیته امور مالی در مجلس سنا گفته به رسانه‌ها، این هست که یک سری ایمیل‌های وزارت خزانه داری هم در سطوح بالا هک شده، از جمله ایمیلی که ظاهراً بالاترین سطح مقامات وزارت خزانه داری از اون استفاده می‌کردند. و به گفته این سناتور، البته استیو منوچین وزیر خزانه داری، البته هک نشده. خود او هم تاکید کرده، آقای منوچین، که سیستم طبقه بندی شده این وزارتخانه مورد رخنه قرار نگرفته، اما اطلاعات زیادی در این باره منتشر نشده و خودشون هم حتی هنوز میگن که هنوز مطمئن نیستن که چه اطلاعاتی به سرقت رفته و چه اطلاعاتی هنوز به سرقت نرفته. اما همین که این هکرها مدت‌های طولانی به ایمیل یا سیستمی دسترسی داشتن که بالاترین سطوح این وزارتخانه در اونجا با همدیگه ارتباط داشتن و پیام رد و بدل می‌کردن، این بسیار نگران کننده است از لحاظ امنیتی برای مقامات آمریکایی، چرا که فراموش نکنیم این جایی است که تحریم‌ها شکل می‌گیره، از جمله علیه کشورهایی مثل روسیه، چین، ایران، و همینطور اطلاعات مالی بسیار بسیار حساسی که بر بازار بورس اثر میگذاره اونجا رد و بدل میشه و این خودش باعث خیلی نگرانی‌ها شده در آمریکا. فراموش و به غیر از این هم البته وزارتخانه‌های دیگری هم از جمله بازرگانی، وزارت انرژی که بر زرادخانه هسته‌ای آمریکا نظارت داره، اینها هم هک شدن که باعث نگرانی بسیاری در آمریکا شده. کامبیز، وزیر خارجه آمریکا گفته بودش که به احتمال زیاد این کار روسیه است. بعد آقای ترامپ توییت کرد، حرف وزیر خارجه خودش رو در واقع نقض کرد و گفت که کار چینه.
بله، و جالب اینجاست که فقط وزیر خارجه هم نبود، بلکه ویلیام بار وزیر دادگستری هم با مایک پومپئو وزیر امور خارجه گفت موافق هست، که تقریبا به گفته او برای اینها مسلم هست که این کار روسیه بوده. اما آقای ترامپ موضعش متفاوت هست، گفته که رسانه ها به گفته او دارن بزرگ نمایی میکنند و همه چی تحت کنترل، و همینطور به صورت تلویحی گفته شاید کار چین باشه. اما واقعیت اینجاست که به کل دولت آمریکا هنوز یک موضع واحد منسجم در این باره نگرفته. در خارج از دولت کارشناسان میگن، به نظر بعضی از کارشناسان این هست که این هکرها هکرهای وابسته به سازمان اطلاعات ارتش روسیه بودن که در هک کمیته مرکزی حزب دموکرات در سال 2016 هم دست داشت. البته اینو باید اضافه بکنم که روسیه به کل این اتهامات رو بی‌اساس میدونه. ممنونم ازت کامبیز فتاحی با ما. نگاه بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. با شیوع نوع جدیدی از کرونا در بریتانیا و بسته شدن مرز این کشور با فرانسه، بیش از 1500 کامیون در جنوب شرق انگلستان سرگردان شدند. دولت‌های دو کشور گفتند به دنبال راه حل هستند. با انتشار جزئیات بیشتر درباره حمله سایبری به نهادهای دولتی آمریکا، این احتمال مطرح شده که هکرها چند ماه به ایمیل مخصوص مقام‌های ارشد وزارت دارایی دسترسی داشتند. در ادامه برنامه، آزمایش طرح موسوم به تعویض ضربه مغزی در فوتبال. اولین پرواز تجاری از اسرائیل دقایقی پیش در مراکش فرود آمد و انتظار می‌رود دو کشور برای اولین بار چند توافق رسمی در زمین‌های مختلف امضا کنند. مراکش چهارمین کشور عرب است که در طول ماه‌های گذشته و در نتیجه تلاش‌های کاخ سفید با اسرائیل روابط رسمی و دیپلماتیک برقرار می‌کند. این تحولات در ادامه روند سیاستی است که دولت دونالد ترامپ در خاورمیانه در پیش گرفته، هرچند که فلسطینی‌ها به شدت ناراضی هستند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این پایان راه برای دولت ترامپ، ولی شروعی تازه برای دو کشوری است که روابطشان به همت آن دولت حالا عادی و برقرار شده. این اولین پرواز تجاری است که جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، را همراه با یک مقام اسرائیل از این کشور به مراکش میبرد. این پرواز نمادین است، ولی وقتی بر زمین بنشیند احتمالاً چند سند امضا می‌شود. امیدوارم این چند قرارداد را در جریان این سفر ببندیم و زمینه صلحی گرم بین اسرائیل و مراکش فراهم شود. پیش از این امارات متحده عربی، بحرین و سودان هم با اسرائیل رسماً رابطه برقرار کردند. این برای دولت دونالد ترامپ یک دستاورد بزرگ قلمداد می‌شود. آن زمان گفته شد اسرائیل در ازای عادی شدن روابطش با امارات، فعلا شهرک‌های یهودی نشین را گسترش نخواهد داد. همان زمان بنیامین نتانیاهو گفت چنین قراری در کار نیست، و از آن زمان تا کنون توسعه شهرک‌ها شتاب بیشتری هم گرفته و نزدیک به 5000 خانوار یهودی دیگر در مناطق اشغالی کرانه باختری سکونت داده شدند. تا حدی که صدای سازمان ملل هم درآمد. من عمیقا از توسعه شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی نگرانم. طی سال گذشته مقام‌های اسرائیل طرح‌های جنجالی توسعه این شهرک‌ها را که سال‌ها معلق شده بود در پیش گرفتند، و حالا این شهرک‌های یهودی نشین در جایی ایجاد شده که برای یک پارچگی جغرافیایی یک کشور مستقل فلسطینی حیاتی است. فلسطینی‌ها هم طبعاً خوشحال نیستند و روابط کشورهای عربی با اسرائیل را خنجری بر پشت توصیف کردند. اما برای مراکش روز خوبی است، چرا که در ازای عادی‌سازی رابطه‌ای که خودش گفت مدت‌هاست در خفا ادامه داشته، از حمایت آمریکا در یک منطقه مورد منازعه با استقلال طلبان پولیساریو برخوردار شده. علاوه بر اینها، مراکش و اسرائیل امیدوار هستند این روابط تازه شروع همکاری‌ها و تجارت پرسود اقتصادی در آینده باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. موسی شریفی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از دبی در امارات با ما هستند. آقای شریفی، مراکش میگه که هنوز این روابط کاملی نیست که برقرار شده، روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل،
برقرار نکرده. در این صورت این روابطی که الان برقرار شده بین دو طرف چقدر اهمیت داره؟ بله، با سلام به شما و بینندگان محترمتون. ببینید، این روابطی که الان به وجود اومده بین امارات و بین مراکش و اسرائیل در واقع در ادامه یک رابطه‌ای که از مدت‌ها پیش بوده، حتی در دهه‌ای که اعراب با اسرائیل در تنش بودن، کشور مراکش در زمان پدر این پادشاه به اصطلاح یک رابطه‌ای داشت و اون رابطه هم همیشه مراکش بهش متهم بود، ولی یک رابطه سری بوده، همونطور که قطر هم این روابط را به صورت سری داشت. بنابراین الان یک رویکرد جدیدی به وجود اومده، شرایط در منطقه عوض شده و هر کدوم از کشورهای عربی در غیاب یک پروژه وحدت برای کشورهای عربی که در ایدولوژی ناصریسم یا در ایدولوژی حزب بعث مطرح بود، خب اینا دیگه هر کدوم در چارچوب مصالح ملی خودش باعث این گام ها شد. مثلا مصر که ثقل جهان عربه، از خیلی وقتها با اسرائیل رابطه برقرار کرد و رابطه ادامه داشت و تا هنوز هم این رابطه ادامه داره و خیلی خوب تونست امتیازهای بگیره، صحرای سینا رو بگیره، اردن هم همینطور. و الان بعضی از کشورها که هر کدوم کشورهای عربی هر کدوم به نحوی مشکلی خودش داره، یعنی مشکل ملی داره، مشکلی که در منطقه است، حالا یا اسلامگرایی است یا رویاروی با ایران یا با ترکیه است، بالاخره این روابط بر اساس یک منافع مشترک بین دو کشور برقرار میشه. در این صورت تکلیف روند صلح چی میشه؟ چون فلسطینی ها از این شرایط راضی نیستن و احساس میکنن که کنار گذاشته شدن از روند صلح. بله، ببینید، فلسطینی ها خودشون وقتی که به صلاح به اتفاقیه غزه اریحا یا اسلو اون زمان رفتن، خیلی از کشورهای با خیلی از کشورهای عربی مشورت نکردن، اون زمان خودشون رفتن و خودشون پروسه صلح را کلید زدن و بعد خیلی از کشورها اون زمان اعتراض داشتن، کشورهایی که به صلاح در جبهه اول به اصطلاح مبارزه با اسرائیل بودن، حداقل در شعار، مثل عراق، مثل سوریه، مثل لیبی اون زمان مخالف بودن، ولی فلسطینی ها وقتی منافع خودشون مسئله ساز بود رفتن و تونستن یک حکومت خود مختار تشکیل بدن، یاسر عرفات از تبعید بیاد و در ازای اون امتیازات بالاخره تونستن به یک توافق با اسرائیل. الان فلسطینی ها بالاخره کشورهای عربی در این میان میگن که ما دست از فلسطینی ها که بر نداشتیم، ما حمایت خودمون را در همین چارچوبی که داشتیم ادامه میدیم، چون عرب ها الان دیگه در حال جنگ با اسرائیل نیستن که فلسطینی ها الان پشتشون خالی شده، هرچی بوده فشار دیپلماتیک بوده و این فشار ادامه پیدا خواهد کرد. ممنونم ازتون موسی شریفی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به ایران در مورد عواقب اقدام احتمالی علیه کشورش هشدار داده. ژنرال آویف کوهاوی گفته که اخیراً تهدیدهای فزاینده‌ای از سوی ایران علیه اسرائیل به گوش می‌رسد، اما اگر ایران با گروه‌های همپیمانش در منطقه اقدامی کنند، هزینه سنگینی برایشان خواهد داشت. همزمان رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که یک زیردریایی این کشور از کانال سوئز به مقصد خلیج فارس عبور کرده. رادیو دولتی اسرائیل هدف از این اقدام را فرستادن پیامی روشن برای ایران توصیف کرده. الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس رئیس جمهوری روسیه، با فریب دادن یک مامور سرویس اطلاعاتی این کشور اطلاعات دقیقی درباره چگونگی مسموم شدن خود با سم ناویچاک دریافت کرده. این مامور که خیال می‌کرد در تماس تلفنی با موافق خود صحبت می‌کند، به آقای ناوالنی گفت که لباس زیر او به سم آغشته شده بوده. آقای ناوالنی تابستان امسال سوار بر هواپیمای خطوط روسیه دچار حمله شد، اما به کمک پزشکان در روسیه و سپس در بیمارستانی در آلمان نجات یافت. لیگ برتر فوتبال انگلیس ابراز امیدواری کرده که از حدود 10 روز دیگر طرح موسوم به تعویض ضربه مغزی را به آزمایش بگذارد. بر اساس این طرح، اگر در بازیکنی دچار ضربه شدید از ناحیه سر بشود، می توان او را
جدا از سه تعویض مجاز هر تیم با یک بازیکن دیگر جایگزین کرد. هیئت بین‌المللی فوتبال هم کمتر از یک هفته پیش با اجرای آزمایشی این طرح از اول سال جدید میلادی موافقت کرده. هدف از این طرح جلوگیری از عوارض جدی و درازمدت ضربه مغزی و صدمات جبران‌ناپذیر آن است. آسیب به سر و اثرات طولانی مدت آن بر مغز ورزشکاران از مهمترین موضوعات فوتبال امروز است. قرار است طرح تعویض به دلیل ضربه مغزی از ماه ژانویه اجرا شود. جان استیلز، پسر نوبی استیلز، برنده جام جهانی که 3 ماه پیش بر اثر بیماری زوال عقل درگذشت، میگوید وقت اجرای چنین قانونی رسیده. آسایش و سلامت بازیکن‌ها باید در اولویت باشه. مسئله کم اهمیتی نیست. مثل این نیست که زانوی بازیکن زخمی شده باشه و 5 دقیقه نگهش دارید یا پاش گرفته باشه. مهم نیست که شما یه بازیکن میلیونر باشی یا هرچی. وقتی آسیب مغزی دیدی یا دچار زوال عقل شدی، پول دیگه چاره‌ساز نیست. یان فرتونگتن، مدافع سابق باشگاه اسپرز، این موضوع را خوب می‌داند و هزینه سنگینی هم برای آن پرداخته. این بازیکن بلژیکی می‌گوید در نیمه نهایی لیگ قهرمانی پارسال بعد از برخورد سرش با سر یک بازیکن دیگر نباید به بازی ادامه می‌داد. برای مدتی طولانی به دلیل این مسئله مشکلات زیادی مثل سردرد و سرگیجه داشتم. اولین باره که این رو میگم نباید به بازی ادامه می‌دادم. اتحادیه فوتبال انگلستان گفته میتواند طرح تعویض دائمی اضافی را از ماه آینده میلادی اجرا کند و به نظر میرسد که لیگ برتر با این زمانبندی موافقت کند، ولی برخلاف راگبی پیشنهاد تعویض موقت برای معاینه و ارزیابی پزشکی بازیکن آسیب دیده رد شده. این کار تزیینیه، ولی در واقعیت چیزی تغییر نمی‌کنه. واقعا نمی‌فهمیم چرا میلی به پیش گرفتن مسیرهای ورزشی دیگه وجود نداره. در ورزش‌های اصلی دیگه بازیکن‌های مشکوک به ضربه مغزی موقتاً تعویض میشن تا زمان کافی برای ارزیابی بازیکن وجود داشته باشه. برای خانواده‌هایی که به واسطه ارتباط بیماری زوال عقل در فوتبال متاثر شدن خیلی دیر شده، ولی که قانون گام‌هایی برای کمک به نسل‌های آینده بردارد تا حدی تسکین دهنده است. ناتالی پرکس، BBC نیوز. و در نهایت اینکه سیاره‌های مشتری و زحل دیشب در نزدیکترین وضعیت نسبت به هم قرار گرفتند، مقارنه درخشانی که در 8 قرن گذشته سابقه نداشته. این مقارنه با چشمان غیر مسلح هم قابل دیدن بود، اما بسیاری از علاقمندان نجوم در سراسر جهان با تلسکوپ به بیرون از شهرها رفتند تا در موقعیت مناسبتری بدون مزاحمت نورهای شهری از این پدیده نادر لذت ببرند. نزدیکی کریسمس موجب شده که عده‌ای بگویند رویداد مشابهی در زمان تولد عیسی مسیح رخ داده. به اعتقاد برخی مسیحیان، سه پادشاه فرزانه شرقی ستاره پرنور را تا آسمان بیت لحم دنبال کردند تا برای تولد مسیح هدیه ببرند. ممنون که با ما همراه هستید.